سلام، سلام دوستان. امروز میخوایم چند تا از ویژگی های اسپانیا و اسپانیایی ها رو بگیم، چند تا از ویژگی های جالبه که به نظر اونم اومد تفاوت فرهنگی بزرگیه. حالا شوکه کننده شاید نه، ولی تفاوت فرهنگی بزرگیه. البته این ویژگی هایی که میگیم به این معنی نیست که ویژگی های بدی هستن، کلا کالچر دیگه، کالچر تو سالهای مختلف توی قرنها شکل گرفته، ولی خب به هر حال یه سری تفاوت هایی هست و یه سری خب فرهنگ های بدی هستش، ولی خب نمیشه ایراد گرفت، تو همه کشورام این وجود داره. اولین تفاوتی که حالا به چشم اومد این بود که خیلی آدمای راحت و دوستانه هستن و خیلی راحت باهات شروع میکنن به صحبت کردن و ارتباط گرفتن. اصلا خیلی عجیب غریب بود واسه ما. مثلا میری خرید میکنی و یهو یکی بغلی یه چیزی گفت بهت و شروع کرد باهات صحبت کردن، و اینکه خیلی هم چیزن، خیلی نزدیکن، یعنی مثلا با پدر مادر با پدر مادرای مثلا بقیه بچه ها مهد کودک که میریم، مثلا یارو میاد صحبت میکنه، مثلا میره اینجاته. آره راست میگه. آره قشنگ روزه اولی که اومد بودیم خیلی واسه من قضیه جالب بود، چون خیلی به نزدیک میشن. دقیقاً. واسه ما خیلی بعد دست میزنن، مثلا حد فرزن و مردم نداره، مثلا با مامان یکی بچه‌های مثلا مهد آتینا دارم سوال میکنم، بعد یه مثلا میگه تو آخر هفته خوبی داشته باشی، مثلا فلان باشی، مثلا مرد. حالا جالبه برای ما که حالا از فنلاند اومدیم، یه مقدار اولش خیلی شوکه کننده بود، بعد من قشنگ اولش اینجوری میشدم، مثلا دست میزدم نگاه میکردم به دستش، بعد کم کم فهمیدم که خب این کالچر رو بعد عادت بکنه، و خب کالچر قشنگی هم هست. دقیقاً. دوم ویژگی شوکه کننده اش روبوسیایی هستش که میکنن. آره حالا ما این قضیه رو از داوید دوست همجزان پرسیده بودیم که به چه صورت هستش، که گفته بود که دوبار مثلا بوس میکنن، اول سمت مثل ما ایرانی اول اینور میرن، سمت چی میشه، راست میشه، چپ میشه، ولی بعد اونوری. ولی خب سه بار نیستش، و اینکه کلا اینجوری نیستش که حتما بعد مثلا صمیمی باشی و ممکنه مثلا دفعه اول باشه میبینی، و خانم ها آقا خانم هم دیگر رو بوس میکنن، به این صورت نیستش که آقا هم دیگر رو بوس میکنن، خانم خانم هم دیگر رو معمولا بوس نمیکنن، مگر اینکه یه حالا رابطه صمیمی باشه. گفتش داوید، گفتش که اگه فامیل باشیم و اینا، مثلا مردا هم دیگه رو بوس میکنن، خانم هم دیگه رو بوس میکنن. آره مثلا من سر کار رئیسم خانومه، مثلا هر وقت میبینیم یه بغل کوچیکی میکنیم. و اینکه خب معلم چیز ما رفته بودیم مدرسه آتین برای میتینگی که داشتیم، حالا میخواستیم بیشتر در مورد چی بهش میگن پیشرفت آرتین میخواستیم صحبت بکنیم. معلمش خب منو بوس کرد، دوتا رفتیم، نگینم ولی خب بوس کرد. آره. فکر کنم بخواست بیشتر این حس رو برسونه که صمیمی هستیم. از اول بار هم بود میدیدیمش. طبق گفته داوید اینجوریه حالا. آره. و واسه ما خب خیلی چیز جدیدیه بعد از طولانی مدت زندگی کردن تو فنلاند، این قضیه واسه همون یکم شوکه کننده بود اولش. حالا اگه حالا اگه از ایران کسی اومده باشه، باز عمه خاله دایی که مثلا خود من اگه بخوام مثال بزنم، مامان خواهر برادر اینا هم دیگه رو بوس میکنن، یه مقدار باز چیزه واسه ما که حالا خیلی وقت 5 سال هم از ایران نرفتیم، و بعد از فنلاند بعد 13 سال زندگی رفتیم، بعد کووید. آره بعد اون بعد کووید که خیلی خیلی واسه من شوکه کننده بود. من دوباره که حالا اتفاق واسه من افتاد، عادت معلم آرتین بود، یه سری واسه معلم حالا دو سالگیش که پدر مادر جمع شده بودیم کادو بهش دادیم، همه رو بوس کرد معلمه. دفعه دومم که رفته بودیم در رابطه با پیشرفت تحصیلی، شرایط آرتین بپرسیم، اونجا چیز کرد. ولی خب تو هم میگفتی همکاره توی چی؟ آره البته من مثلا بار اول که همکارامو دیدم، حالا هم زن هم خانم هم آقایون، فقط دست دادیم، چون میدونستم من خارجی هستم و به این کالچرشون آشنایی ندارم، و بعدا خودشون گفتن که ما مثلا وقتی که نفر مثلا خارجی میاد به سعی میکنیم خیلی بوسش نکنیم، چون که میدونیم واسه شاید عجیب باشه، ولی خب از سریای بعد دیگه میومدن جلو که روبوسی کنن، و من واقعا نمیدونستم بعد چی کار کنم، چون که مثلا یکی از همکارا بود، اصلا اول اصلا تال نیده بودمش، من سلام کرد، آره نمیدونست که من اصلا اسپانیایی نیستم، فهم که اسپانیایی هم، چون اصلا بعد شروع کرد اسپانیایی صحبت کرد، اومد جلو سلام و اینا، بعد اومد صورت چیجی آورد جلو، و من اینجوری مونده بودم چیکار کنم، میخواستم اینجوری بلام، ولی بعد فهمیدم که بعد بوسش کنم، بعد اصلا بوسم به این معنی است که بوس بیانه درد چیک کچولو میچسبونم، ولی جالب بود کلا این خیلی، و اون فکر هم خودش فهمید که من یه لحظه مثلا مکس کردم، نمیدونستم باید چیکار کنم، یه سیچویشن به قولن آکواردی بود، بعد و بعد خودش اومد عذرخواهی کرد بعدش، گفت که ببخشید من فکر کنم تو اسپانیایی هستی.
جالبه ولی اینا خیلی باحال بود. شوکه، این واقعا شوکه کننده است واسه کسی که ندونه. آره خیلی هم هم گفتم. حالا در کنار خوبی ها و صمیمیت هایی که داره، برای حالا کووید خیلی بد بود، بخاطر همین هم بود اسپانیا ترکیده بود فکر کنم اوایل کووید که شده بود اسپانیا ترکیده بود، یکی از دلایلش فکر کنم روبوسیا بوده. مورد بعدی این که خیلی بلند صحبت میکنن، کلا تون صداشون بالاست اسپانیایی ها، و اصلا فرق هم نمی کنه کجا باشن، تو آسانسور باشن یا توی خونه توی کلاب هر جا باشن. مثلا یه موردش که آخرین موردی که الان تو ذهنمه که با آرتین مثلا رفت تو مرکز خرید تو آسانسور بودیم، مثلا حالا جای دیگه کشور دیگه معمولا یه لبخند و یه صحبت کوچیک هست، بلند بلند دو تایشو شروع کردن با دو نفر شروع کردن با آرتین صحبت کردن. در رابطه با بلند صحبت کردنم نگین گفت فرق نمیکنه هر جا باشه، ولی صبح من آرتین رو میبرم مدرسه از جلوی این حالا بارایی که حالا کافه رستوران بارایی که حالا صبحونه هم میدن رد میشی، مثلا میبینی سر صدای زیادی از توش میاد، انگار مثلا 30-40 نفر توشن، ولی رد میشی مثلا میبینی 10 نفر توشن. خیلی خیلی بلند صحبت میکنن، قضیه هم جالبه. چهارمین تفاوت فرهنگی هم که حالا جالب بوده تو خیلی از کشورها ملات هستش اینه که با کفش توی خونه میگردن، حالا لزومن کفش نه، چیزی که ما شنیدیم اینه که بعد کووید کفش کمتر، حضور کفش کمتر شده و از بیشتر از این رو فرش یا دمپایی ها و اینا استفاده میکنن، و اکثر خونه ها هم حالا خیلی به فرش اعتقادی ندارن، یعنی تو خونه شون فرش ندارن و چون با کفش میان و اینا دیگه. ما خودمون اومدیم خب این خونه رو فرنیش اجاره کردیم با لوازم اجاره کردیم و فرش نداشت، بعد مدت رفتیم چون حس می‌کردیم نیاز نداریم، بعد مدت دیگه گفتیم بریم چون آرتین رو زمین زیاد میشینه، گفتیم بریم فرش بخریم. بعدا مثلا من مامانم بهم میگفتش که خوب کاری کرد، من ناراحت بودم شما فرش اومد اون فرش نداره. و یه چیز دیگه هم که الان به ذهنم رسید این که تو ایکه هم اگه دقت کرده بودی فرش کم بود، هم فرشای ایرانی خیلی کم بود، هم فرشای دیگه هم که بود اصلا سکشن فرشش خیلی کوچیک‌تر از بقیه، مثلا فنلان، حالا ما فنلانده بودیم، شاید به خاطر همین دلیل باشه. مورد آخر که میخواییم بگیم راجع به لخت بودن توی اسپانیا است که یه چیز کاملا قانونیه. از 1988 نوشته بود، ما سرچ کردیم ببینیم چی جوریه به چه صورته، خیلی خنده‌دار هم هستش، ولی به طور کلی قانونیه لخت بودن و یه سری از شهرها اینا قوانین خودشونو دارن، مثلا یه سری شهر فقط مثلا تو ساحل میشه، چیز که ما والنسیا یا والنسیا رفته بودیم تو ساحل میدیدیم که مثلا خانوما لخت بودن کامل. و اینم یه نکته، یه حالا چیز شوکه کننده خیلی عجیبه فکر کنم برای خارجی هایی که حالا میان اسپانیا، این دیگه فکر کنم واسه خیلی عجیب بد باشه. و حالا یه خبری خوندیم که اخیراً اتفاقم افتاده راجع به آقایی که ازش شکایت شده بوده که این تو خیابون کامل لخت میگشته واسه خودش و از 2020 شروع کرده بوده، گفته بوده که از 2020 شروع کرده بوده که به لخت گشتن توی ملای عام، حالا نه فقط تو ساحل، تو خیابون، همه جا، و گفته بود که خیلی هم ساپورت میگرفته از طرف مردم، بیشتر حمایت میشده تا بخواد مثلا چی میگن؟ معترض بشن، تا آره تا اینکه مردم بهش معترض بشن، ولی خب گفته نشو با چاغون تهدیدم شده بوده، خارجی‌ها چون تهدیدش کرده بودن آره، و بهش جریمه داده بودن به خاطر اینکه حالا یه نمیدونم پلیس چیزی رو جریمهش کرده بوده و این رفته بوده دادگاه شکایت کرده بوده که چرا به من جریمه دادین و بعد چی شده بوده یادم نمیاد و بعد اینم لخت رفته دوباره دادگاه، روز دادگاه اونم پوشیده فقط با یه جفت بوت پوشیده رفته دادگاه، چکمه پوشیده رفته دادگاه و دادگاه هم به نفعش رای داده و جریمه رو پس گرفتن چون قانونیه. این پس از ویژگی هایی بود که واسه ما جالب بود برگفتیم با شما به اشتراک بذاریم و البته خب موردهای بیشتری هم هست که تو ویدیوهای بعدی خواهیم گفت در رابطه با فرهنگ های شوکه کننده اسپانیا و اسپانیایی ها. و همجور که میدونید ما یه کانال یوتیوب دیگه هم زدیم به اسم فان مارکو که اون تو بیشتر ویدیوهای خانوادگی و از حالا خودمون و آرتین بیشتر میذاریم، پاستیل همطوره، خریدامون، نمیدونم حالا چیزای ریز، شورتسای حالا مرتبط با زندگیمون و اینا رو بیشتر اونجا میذاریم که اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید، لینکش هم میذارم تو توضیحات پایین همین ویدیو. برای اینکه ویدیوهامون رو از دست ندید حتما سابسکرایب بکنید، اگه این ویدیو رو هم دوست داشتید
لایک یادتون نره. و اینکه حالا سوالی چیزی بود یا تفاوت فرهنگی شما هم میدونید حالا تو هر کشوری هستین، تو کامنت بنویسید که بقیه هم بخونم، ما هم میخونیم حتما. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. مراقب خودتون باشید. تا آسمون هم خوب باشید. بای بای.